سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان و می‌خوایم درس هشتم رو آغاز کنیم. این درس درباره آرپژ و آرپژیو شد. تو انگلیسی میگیم آرپژیو، ایران فکر می‌کنم که آرپژ از فرانسه گرفتن. خدمت شما شد که بهتون گفتم که این انگشت رو میگیم پی توی انگشت راست، این آی، این ام و این ای. پی ما مثلا میتونیم یاد بگیریم پی ما. و پترن اینه که اگه حالا از آکورد اصلا نگیرم، پترن اینه که مثلا اینو بزنم پی آی ام ای ام آی. خیلی خوب، حالا ما میخوایم اینجا خدمت شما شبه کردم که مثلا فرض کن سول ماژور، اگه بگیم فرموش رو بگیم یک 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 دوم یک 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 دوم، فاش فقط چیز میشه، دیز میشه. بعد خیشاوند سول ماژور می مینوره که نوتاش همون میشه، واسه می مینور طبیعی یا نچرال. یه می مینور دیگه داریم هارمونیک که اون نوت هفتمش رو، اون ریش رو میبریم نیم پرده بالا، میشه ری دیز. یه می مینور دیگه داریم به نام ملودی که من استفاده نمی کنم، ولی خب میخوام چون دوستان پرسیدن. می مینور ملودیک در حقیقت هم نوت ششم شو شما نیم پرده میبریم بالا از نچرال، هم نوت هفتم شو نیم پرده میبریم بالا، ولی کن وقتی برمیگردیم دوباره همون نچراله. یعنی اینطوری میریم، میگیم مثلا می فا دیز سول لا سی دو دیز ری دیز می، ولی وقتی میایم پایین وقت دوباره میگیم می ری دو سی لا سول فا دیز می دوری. پس اونم اسمش هست می مینور ملودیک که ما اینجا فعلا، من اصلا فکر نمی کنم توی موسیقی ایرانی استفاده بشه. تو موسیقی ایرانی خدمت شما شما که می مینور هارمونیک خیلی استفاده میشه و به حالت بیات اصفهان میشه که زیاد زدم من، مثلا ساقی نوبر زدم تو همین می مینور بیات اصفهان زدم، میتونید بعدا نگاه کنید دوست داشتید. ولی فعلا واسه این درس میخوام چهار تا آکورد بهتون نشون بدم که پترن اسپانیش هست، دوباره پترن اسپانیولی هست. از می مینور به ره، به دو، به سی هفت. به انگلیسی میگم ای ماینر دی سی بی سبن. میخوام این آکوردها رو بگیریم ولی از همش استفاده نمی کنم، چون میخوام فقط تاکید مذارم روی آرپژ ساده یاد بگیریم و اینو بتونیم بزنیم. واسه تونم نوشتم آکوردها رو، واسه تون نوشتم اسکیلا رو نوشتم و این آرپژم نوشتم که خیلی ساده هم هست. و میخوام یه آهنگی هم که خودم درست کردم پارسال به نام خدمت شما شود که فرودگاه عشق رو باش بخونم که ببینید که چه آهنگ ساده ای من درست کرده بودم، خیلی بیسیک، خیلی ربون، خیلی ساده. و دوستانم تشویق کردن، خوشش اومد، اغلب خوشش اومد، کسی نیده خوشش نیاد. برصورت اولی آهنگی بود که من ساختم به نام فرودگاه عشق و چندین ورژنشو درست کردم، یه دونه به انگلیسی درست کردم، یه دونه به اسپانیایی درست کردم. اونم ویدیوش هست اگه دوست داشتین نگاه کنید. درسش هم فکر می‌کنم درسش هستش تو همین مینور، ولی این دفعه می‌خوام خیلی ساده باشه واسه مبتدیان که بتونن از گیتار واقعا لذت ببرن. بریم جلو. تو فرودگاه خاطره چشم زیبای تو تو دلم جا کرد، گفتم به که تو ناز منی جون من واسه تو عشق آغاز کرد. ای عشق ای همه چیز من با وفای خودم طاقت دوری ندارم، کلبه من کلبه میخونم
سرها چه روزهای خوب چه شبهای نام هستی تو کنارم اگه من ساز میزنم عشقم به سازم نیست صدای احساسمه که میخواد بگه برای تو که عاشقیم تا بعد برای تو و اینم از آهنگ فرودگاه عشق به صورت خیلی ساده زدم و همین هست این درس و امیدوارم که دوستان بتونن استفاده کنن. به نظر من این پترن رو یاد بگیرین و تو خیلی از آهنگ میتونید استفاده کنید. مثلا آهنگ ای قایق ران به کجا میروی هم میتونید با همین آکوردا بزنید که اونم قبلا زدم و خوندم و همین هست. شب و روزتون خوش، امیدوارم درس خوبی باشه واسه تون. خدا نگهدارتون.